راستش آرزو، فکر میکردم تو عاقل‌تر از این حرفا باشی. خودم هم اصلا فکر نمیکردم یه روزی همچین احساسی داشته باشم. همیشه تصورم این بود که آدم ها با اراده خودشون عاشق میشن، اما نمیدونستم که بدون مقدمه میاد گریبانگیر آدم میشه. هر کاری هم بکنی نمیتونی ازش خلاص شی. میشد فکر کرد یه روزی امید عاشق بشه، اما آرزو نه. امید حق داره، اون هر دیوونه بازی در بیاره حق داره، چون از اولش هم عاقلانه رفتار نکرده. ولی من محکومم به اینکه عاقل باشم، اصلا غیر از اینم نمیتونم باشم. حالا راستشو بهم بگو، حس خوبیه یا نه؟ معرکه است. زندگی آدم عوض میشه، همه چی رنگ میگیره. اصلا از هفته گذشته احساس میکنم که یه آدم دیگه شدم، انگار سالهاست دکتر افشار رو میشناسم. خانم جون. جونه؟ شما تا حالا عاشق شدین؟ عاشق؟ صبر کن یه دقیقه تکیه به این دیوار بدم، خیلی خسته شدم. آخیش، خیلی سال گذشته، 40-50 سالی میشه. یه چیزی رو میدونی آرزو؟ نه. راجب آقا جونه. آقا جون چی؟ من اول آقا جون رو دیدم، یعنی نمیشد ندیدش. انقدر شاد و بزلگو و سرحال بود که من گفتم حتما باید با این آقا ازدواج کنم. راست میگی؟ به جون تو. ولی اون نمیدونه ها، فکر کرده اون منو انتخاب کرده. هنوز یه ما نشده بود که نشستیم سر سفره عقد. قول دادی به کسی نگی یا؟ ببینم قرار امروز شما چی میشه؟ قرار با دکتر افشار دیگه؟ آره دیگه، ساعت 8:30 قراره بیاد پاتوق. ببخشید من مزاحمتون شدم ها، چون من با شما راحت تر بودم گفتم اول شما ببینی. به امیدم گفتم دیرتر بیاد. خانم جون. جانم. راستش نگران نباش مادر، من خودم یه پا مردم شناسم. این موها رو که تو آسیاب سفید نکردم که، اگر دیدم صادقه منم باش را میام. الهی من قربون شما برم خانم جون، دستتون درد نکنه. خدا نکنه من قربون تو برم. حالا بریم تا دیر نشد. قهوه بدون شکر لطفا. چیز دیگه میل نداری؟ ممنونم. خانم جون، ادب حکم میکرد که من به اتفاق خانواده خدمت برسم. انشاءالله سر فرصت. ببینید آقای دکتر، ما یه خانواده سنتی هستیم و به ازدواجم خیلی اهمیت میدیم. به همین دلیل دقت میکنیم، میسنجیم که در آینده انشاءالله به اشکالی برخورد نکنیم. بله همینطوره. آرزو دختر با لیاقتیه، اون لیاقت یه زندگی خوبو داره. من نظرم اینه که هر کسی که شوهرش بشه خیلی آدم خوششانسی باید باشه. آقای دکتر، شما هم که آدم با تجربه ای هستین که دانشجوها بهش علاقه من میشن. خوشم میاد روک صحبت میکنی. خانم جون، من عقیدم اینه که آدم های روک قابل اعتماد ترن. من همیشه کار کردم، به همین خاطرم توی مسائل احساسی خیلی تجربه ندارم. همیشه خودم رو سپردم دست خدا، البته نتیجه هم گرفتم. آی دکتر، چرا تا حالا ازدواج نکردین؟ شما که ماشاءالله سن سالی ازتون رفته. نفرمایید خانم جون، من انقدر مدتی نیست که از چلچلیم داره میگذره. به هر صورت من همیشه درس خوندم و کار کردم. بعد از دیپلم رفتم سربازی. وقتی که برگشتم توی چاپخونه مشغول کار شدم. اونجا فهمیدم که به ادبیات علاقه‌مندم. بعدم ویراستار شدم. دلم میخواست درسم رو ادامه بدم و همین کارم کردم. بعد فوق لیسانس و دکترا رو گرفتم. تازه متوجه شدم هیچی ندارم.
به فکر خرید یه خونه افتادم، بعدم لوازم معمولی یه زندگی عادی. دلم میخواست وقتی که میرم خواستگاری اعتماد به نفس داشته باشم، رو پاهای خودم وایستم. پول، ماشین، خونه، چیزایی که لازمه یه زندگی هست. من پدر پولداری نداشتم، متکی به خودم بودم. دلم میخواست که همه چیزو با تلاش خودم به دست بیارم. شما زندگی خوبی کردید آقای دکتر، ولی ممکنه این اختلاف سن تو زندگی آینده شما تاثیرگذار باشه. ما همه در جوانی ازدواج کردیم. شما اگر آقا جونو ببینین باورتون نمیشه نوه‌ای به سن و سال آرزو داشته باشه. دخترای قدیم فرق میکردن خانم جون، قانع بودن، دوست داشتن بیان تو زندگی زحمت بکشن، خودشون نتیجه زحمت خودشونو ببینن. اما حالا نه، یه زندگی راحت آماده میخوان. من و آرزو با هم تفاهم داریم، چه به لحاظ اخلاقی چه به لحاظ فکری. هر دو ادبیات خوندیم، علتش هم همینه که الان خدمتتون هستم. بله میفهمم. قدرت عشق باور نکردنیه، خودش همه کارا رو درست میکنه. انشاءالله. بفرمایید. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم، ببخشین که دیر شد. خواهش میکنم، تو زحمت افتادیم. اختیار داری. صحبت هامون سر خانم جونو درد آوردی. اختیار داری. خودش خواسته بود، میگو میخوام با اولین کسی حرف بزنه خانم جون باشه. حالا چرا خانم جون؟ خب شاید به دلیل اینکه خانم جون با تجربه تره میتونه تشخیص بده مرد خوبی یا بد. خب من و تو هم میتونستیم این تشخیص رو بدیم. چه میدونم والا، شاید از من شما خجالت کشیده. جلال، تو به این حرف اعتقاد داری که وقتی بچه ها سر سامون میگیرن پدر مادر خیال شاهد میشه؟ هم آره هم نه. چرا؟ خب تا وقتی پیشت هستن ناراحتی که تکلیفشون چیه، اصرار داری که هر چه زودتر سر سامون بگیرن. وقتی هم که مستقل میشن و میرن تازه ناراحتی شروع میشه که نکنه تو زندگیشون دوچار مشکل میشن. تو الان چه احساسی نسبت به ازدواج آرزو داری؟ چی بگم؟ فکر میکنم مستقل شدن و رفتن آرزو برای هیچ کس سخت‌تر از من نباشه. به هر حال امیدوارم که تو زندگیش خوشبخت بشه. به نظر من که مرد خوبه، مرد معقولی، وضع مادیش هم خوبه. بله، ولی ازدواج شوخی بردار نیست خانم. دلم شور میزنه. منم دلم شور میزنه، نگرانم. من میترسم جلال. با مگه ازدواج کردنم ترس داره؟ تو که همیشه اصرار داشتی آرزو شوهر کنه، حتی لباس عروسی هم واسش دوختی. خب آره، ولی میترسم انتخاب درستی نداشته باشه. چرا اینجور فکر میکنی؟ به نظر من آرزو بچه فهمیده ایه، خوب از بد تشخیص میده. بازم میگم مرد خوبیه، هم ظاهرش هم برخورد. از رو ظاهر آدم ها که نمیشه در موردشون قضاوت کرد. خانم جون، مگه شما نگفتی ظاهرش مثل جلال سن و سال دار و جا افتاده است؟ دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما مسن و جا افتاده شدیم. بابا نرگس گلوف میکنه، من کی گفتم دکتر افشار هم سن شماست؟ گفتم یه کمی موهای سرش و محاسنش جوگندمی شده، وگرنه مرد با جنمیه. قبول دارم مرد با جنمیه، اصلا آدمی که از راه کار کردن و تدریس بتونه برای خودش خونه زندگی درست کنه میتونه مرد زندگی باشه. آخه مادر جون، شما فکر کردی وقتی آرزو بچه دار بشه چه اتفاقی میفته؟ بچهش که بشه 10 ساله دکتر افشار میشه 50 و چند سالش. شما آقا جون خودتون تو سن الان دکتر نوه داشتی. یه دفعه بگو بچهشون میشه زنگوله پا تابوت. منظورت هم اینه دیگه. لطفاً یه حرفا رو تمومش کنید.
در مرحله اول باید ببینیم نظر خود آرزو چیه. من ترجیح میدم پیش از هر صحبتی اول با خودش تنهایی صحبت کنم. با اجازه. کار درست میکنه جلال. منم فکر میکنم یه سر برم پیش دکتر مقدم، شاید آشنایی چیزی تو دانشگاه داشته باشه، یه ذره اطلاعات راجع به این آقا دکتر افشار به دست بیاریم. خدافظ. خدافظ. اصلا فکر نمی‌کردم شوهر دادن آرزو اینقدر سخت باشه، اونم برای ما که اینقدر به هم وابسته ایم. دختر مال آدم نیست، بالاخره باید بره خونه بخت. اگر انتخابش درست نباشه چی؟ اگر بعد از چند ماه با هم نسازن، اگه آرزو خوشبخت نشه چی؟ هزار تا از این اگه ها هست، ولی در نهایت خودش باید تصمیم بگیره. ببین من سر شوهر دادن خودتو چه بدبختی کشیدم. دلم میخواست چند دقیقه تو تنهایی و خلوت با هم صحبت کنیم. ببین آرزو، ازدواج مسئله ساده ای نیست. شاید بشه گفت مهمترین تصمیم زندگی آدمه. برای ما جدا شدن از تو خیلی سخته، ولی من همیشه به انتخابای تو احترام گذاشتم. بابا منم به مشورتی با شما خیلی حساب میکنم. ممنون. راستش من تو زندگیم غیر از شما ها کسی رو ندارم. هرچی پیرتر میشم احساس میکنم وابستگیم به شما ها بیشتر میشه. بعضی وقتا فکر میکنم بدون شما ها نمیتونم نفس بکشم. بابا میگه بذار حرفا رو بزنم. تو تا به حال جلال احساساتی رو ندیدی، شاید بعد از اینم هیچ وقت نبینی. میدونی تو زندگی بعضی تصمیما سرنوشت آدم رو عوض میکنه. احساس تو از یاد نبر. نمیخوام وابستگی تو به ما باعث بشه رو احساست پا بذاری. نمیخوام نه بگی و یه اون پشیمون بشی و من نتونم خودم ببخشم. آرزو بابا جون، عشق تو زندگی خیلی مهمه. شاید فقط یه بار به سراغ آدم بیاد. شاید دیگه هیچ وقت این همه شور و حال رو نداشته باشی. اگه واقعا فکر میکنی با دکتر افشار خوشبخت میشی، حتی اگه همه ما دلایلی داریم برای مانع شدن تو راه خودتو برو. چون برای همه ما فقط خوشبختی تو مهمه و بس. همین. میخوام قبل از تصمیم گیریتون آخرین حرفمو با شما بزنم. بفرمایید، من گوش میکنم. شما خانواده خیلی خوبی دارین، خوش به حالتون. علاوه بر سنتی بودنشون به شما اجازه دادن که خودتون تصمیم بگیرین. این خیلی مهمه. ارزش اونا برای من چند برابر شده. من اختلاف سنی زیادی با شما دارم. این اصلا برای من اهمیت نداره. باور کنین تو این 40 سال خوردگی من یه روز بیهودم نداشتم. از 20 سالگی رو پاهای خودم وایستادم. وقتی که قبولی دکترامو گرفتم اونقدر شاد بودم که فکر میکردم هیچ وقت تو زندگی به این شادی نخواهم بود، تا اینکه شما رو دیدم. با تمام وجود آرزو میکنم که این وصلت سر بگیره. قول میدم خوشبختتون کنم، حتی وقتی که رفتیم خارج اونجا هم در انجام وظایفم کوتاهی نمیکنم. خارج؟ بله، مگه بهتون نگفته بودم؟ نه، من یه کرسیه تدریس تو دانشگاه اونجا گرفتم. چرا نگفتی؟ من فکر میکردم که این خبر خوشحالتون میکنه، ولی انگار ناراحت شدین. میدونید من وابستگی شدیدی به خانوادم دارم،
وجود اون اطراف من خیلی حیاتیه. خب باشه، میریم میایم، سر میزنیم بهشون. ببینید آقای دکتر، خانم جون آقا جون که عمری ازشون گذشته، پدر و مادرم هم که فقط یه دختر دارن. امید برادرم با اون شیطنتاش، ما این پاتوقو با هزار زحمت رو انداختیم. نمیدونم چه جوری بگم. اگه اجازه بدید من باید فکرامو بکنم. میخوای بری خارج؟ چرا از اول چیزی بهت نگفت؟ من میدونستم که کاسه زیر نیم کاسه‌شه. من اینطوری دختر شوهر نمیدم. هر چی صلاحه همون کارو بکن آرزو. اگه میخوای من با این آقای دکتر صحبت بکنم، نظرشو تغییر بده، ولی خارج رفتنم بد نیست. تجربه‌ای به دست میاره، دنیا رو میبینه آدم. با اینکه خودم گفتم مرد معقولیه، مخالفم. برای چی باید بچه منو برداره ببره دیار غربت؟ آرزو، مادر جون، چیزی که فراوون مرد خوب، انشالله خواستگار بعدی. درسته، ممکنه برای ادامه تحصیل و زندگی اونجا بهتر باشه، ولی من، مادرت، همه دوست داریم کنارمون باشی. خوب فکراتو بکن، بعد عاقلانه تصمیم بگیر. ایوه، کاش من جای تو بودم. خونه، ماشین، پول، حالام که سفر خارج. راست راستی میخوام بری خارج زندگی کنی؟ آره، ولی... ولی نداره دیگه. بابا دیگه همچه دیوونه گیرت نمیاد. دیوونه چیه؟ گفتم که استاد دانشگاه دکترا هم داره. وقت تو میگی دیوونه؟ نه، دیوونه نه از لحاظ درس خوندن و سواد و اینا، از این لحاظ که میخواد تو رو بگیره. من باید یه صحبت اساسی باش بکنم، ببینم آخر رو چه حسابی تو رو انتخاب کرد. امید، تو این حرفا رو از تای دلت میزنی؟ یعنی اگه من برم تو واقعا دلت برای من تنگ نمیشه؟ اون تو خیلی بی‌معرفتی. من دلم برای تو تنگ نشه؟ آخه ببینم، مگه من غیر از تو خواهر برادر دیگه ای هم دارم؟ تو نباشی من سر به سر کی بذارم؟ کیو عصبانی کنم؟ مرسی کیو در بیارم؟ ولی یه چیز دیگه هم هست، من یه عمره که حسرت به دل پول موندیم، حسرت به دل این ماشینای مدل بالا موندیم. وقتی من یه ماشین مدل بالا میدیدم، یا از لجم خط مینداختم روش، یا یعنی که هرس میخوردم که آخه این همه پول از کجا آورده. حالا که این همه چیز اومده سراغت، من برای چی باید دلم برای تو تنگ بشه؟ بعدشم وقتی خواهر آدم یه ماشین مدل والا شیک داشته باشه، یعنی نمیخواد بده برادرش دوری بزنه. امید، یعنی تو واقعا میخوای من فقط به خاطر پول باش ازدواج کنم؟ بقیه چیزا اصلا برات اهمیت نداره؟ ببین، تو وقتی که پول داشته باشی هیچ مشکلی پیش نمیاد. میتونی هر چی دلت میخواد بخری، هر وقت دلت خواست میتونی بری مسافرت، میتونی تا زور بگیری بخوابی. این لازمه ساعت 7 صبح در پاتوق وا کنی. هر کاری دوست داشته باشی میتونی انجام بدی. چرا؟ چون پول داری، چون آدم پولداری هستی. امید، تو دیگه داری لج منو در میاری. یا آدمم اینقدر پولکی همه چیزو داری تو پول میبینی؟ پس احساس و علاقه و عاطفه چی میشه؟ تو بگو ببینم کجا پول میتونه جای پدر مادر خانواده آدمو بگیره. من گفتم بیام اینجا بشینم با تو صحبت کنم، بلکه بتونم درست تصمیم بگیرم. اون وقت تو نشستی عین کاسبا داری با من برخورد میکنی. ببین امید، من با تمام علاقه که به دکتر افشار پیدا کردم و میدونم مرد خوبی و میتونه منو خوشبخت کنه، ولی حاضرم بگم نه، به خاطر اینکه من تحمل دوری خانوادم رو حتی برای یک دقیقه ندارم. اینو میفهمی؟ حالا تازه فهمیدم عامل بدبختی خانواده اینا کیه. پول و خونه و ماشین و چه میدونم استخر و سونا و جکوزی داره میاد سراغمون. وقی خانوم، آقا جون چی رو بگینم؟ آرزو وایسا ببینم. آقا جون کجا داری میری؟ نری یه تصمیم علکی بگیری همه رو دود کنی بره هوا، دیوونه. منو ببخشید، من واقعا نمیدونم الان باید چی بگم. من اصلا فکر نمی کردم وجود من برای شما اینقدر اهمیت داشته باشه. شماها خیلی به من لطف کردین، تک تک شماها.
برای مسئله ازدواجم همه تون نگران من بودین. من از محبت همه شما خیلی ممنونم. امیدوارم که بتونم محبت همه شما رو جبران کنم. از حرفای بابا که خالصانه در مورد عشق و زندگی برای من تعریف کرد. از خانم جون که به خاطر من وقت گذاشت و با مرد مورد علاقه من صحبت کرد و پشت همه عشق و علاقه من در اومد. قربونت برم. از آقا جون. آقا جون که به خاطر من با دکتر مقدم رفتن دانشگاه تا در مورد دکتر افشار تحقیق کنن. از مادرم که این چند روزه به خاطر آینده من دلواپسه. با تمام علاقه که به من داره برام آرزوی خوشبختی میکنه. از امید. امید که با حرفاش به من یاد داد همه چیز زندگی پولدار بودن نیست. من میون شما خوشبختم. هویت اصلی من شمایید. من اگه بخوام با دکتر افشار که مرد ایدالم ازدواج کنم باید برم خارج. ولی اونجا میخوام چیکار بکنم؟ زندگی من اینجاست. بین شما. تو مملکت خودم. زندگی دکتر افشارم اینجاست. بین خانوادهش. اگه یه روز تو زندگیمون مشکلی پیش بیاد همه برای کمک کردن پیش قدم میشن. یا اگه من درد دلی داشته باشم علاوه بر شما خانواده اونم حرف منو میفهمن. من با دکتر افشار صحبت کردم. همه اینا رو بهش گفتم. گفتم که نمیتونم بیام خارج. ممکنه دیگه همسر ایدئالی مثل دکتر افشار پیدا نکنم. ولی من نمیتونم از خانواده‌ام دست بکشم. بنابراین بهش گفتم نه. به خاطر اینکه من هنوز به شما احتیاج دارم. عاشق همین دیوونه بازیاتم. دیوونه. همین که پیش هم باشه، همین که فرصتی باشه، همین که گاهی چشمامو تو چشمه.